صبح زیبا و دلانگیز همه شما هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور باز هم بخیر باشه و شما را خوش آمدید میگم به ساعت دوم برنامه در بخش صدای شما. شما عزیزا که دوست دارین به این بخش برنامه تماس بگیرین میتونین به شماره 070-111-4090 زنگ بزنین و مشخصا امروز در رابطه با موضوعات که مربوط بخش شهرداری کابل میشه شما میتونین مشکلاتتان با ما شریک بسازین و همچنان قرار بود که امروز آقای نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل با ما باشن ولی متاسفانه چون مشکل برشان ایجاد شد نتونستن که در برنامه حضور پیدا بکنن ولی من تماس‌های شما عزیزا را جواب میتونم و سوالاتی که دارین یادداشت میکنم تا روز بعدی که اونا تشریف بیارن یا هفته آینده حتما امرشان شریک میسازم تا پاسخ مناسب بر شما ارائه بکنن. شماره تماس برنامه ما فعلا فعال است، باز هم شماره را تکرار میکنم 070-111-4090. شما میتونین تماس بگیرین، لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنین، صدای تلویزیونتان را پخش بکنین تا ما هم بتونیم صدای شما عزیزا را در برنامه بهتر داشته باشیم. تماس داریم، ببینیم که اولین تماس ما از کدام بیننده ما است و از کجا زنگ زدن. بیننده عزیز سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. سلام علیکم رستم جان عزیز، خوب هستی؟ بخیر صحبت علیکم بخیر. سلام، تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدید. بخیر باش، سلامت باشم. مرکز از کارمندای وزارت خارجه هستم، روز متاسفانه کمی یک بسیار یک امنتاری صورت گرفت که بعد از کارمندای وزارت خارجه به شهادت رسیدن. امیدم همین موضوع را میخواستم که مربوط شادوارده میشه، مربوط که میشه همین وزارت خارجه که خواه امیرهای دخولی و خروجی را باید اسیار جدا کنند. از هم یک دروازه مردم میرامی یک کلان مزایمت از برای مردم دگه که و دوم دگه این امیده این پیش وزارت خارجه را دان دروازه از همین جمع نمی کن مجایدین است که سینمو جا ماشین همی چی را ماندن سرشکاپی ما پیچز میکشن نمی کن. دیگه ای خواهی جایی هست که یا خود اون طرف که بر از او متوجه شوند خود دیگه او خود چی طبعاً که فامیل دشمن از او وقتی چی استفاده میکنه میاد داخل لیاد مثال دیگه نمیده اگه من که دیگه دیم پیش وزارت خارجه رو سمجام کراچی را که مانده نمیفهم فامیل فکر کنم اوزبا ماما زورش برش نرسی چه رقم ما میگیم که دولت فامیل واسطه و بازی نیست خو مگر ما که میگم از دولت هم که دایی بسیار واسطه وی گپ هست دیگه نه موضوع شورور سه بگه دایی چی برسن. سوال شما رو یادداشت کردیم، اگر چی این سوال شما برمیگرده به بخش امنیتی ولی بازم سوال شما را در روزی که ما مشکلات امنیتی را مورد بررسی قرار میتیم حتما هم رایشان شریک میسازیم. بازم تشکر میکنم از تماس شما. میریم به طرف دومین تماس ما. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام، بیننده عزیز کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ احمد الله هم لرزن کمت نه احمد دلاجان جان، لطفا صدای تلویزیونتان پخش بسازین. ورو را در قدیمه در سرک چه در دولسته می اوزین می آری کنی ولی زب خوانه سرک در لرزن کمت. بله نو دغه د شل کله کېږم داسې خام پاتې ده که دې په باره کښې ما تېر هفته هم تاسو سره زنګونه کړي وو، هغه بل هفته مې هم کړي وو، جواب هم رانه کړه. دا هفته دولسمې ناحیې لرزن کمت زوړ سرک کربي پوهنتون دې سرک په باره کښې ما ته معلومات راکړه، خام پاتې ده همداسې. درست است، موضوع شما را احمدالله جان ما یادداشت کردم، حتما از آقای بارکزی پرسان میکنیم. تشکر میکنم از تماس شما. میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. بله سلام علیکم رستم جان، خوب هستید؟ علیکم سلام، تشکر، شما خوب هستین، خوش آمدید. صدای تلویزیونتان لطفا پخش بسازیم که صدای شما رو بهتر داشته باشیم. گفتم در وطن بسیار مشکلات هست، سر جمله مشکلات نظامی ها همیشه آینده نظامی ها چه رقم میشه رستم جان عزیز؟ آینده نظامیان؟ بیخی آلما در سردرگومی هستیم، نه کار هست، نه بار هست، هیچ چیز به ما نشتم با یک نظامی هست. اگر دیوتر نیستیم خود جواب ما بسیار هستیم خوب بگیرد هم خونه میشه. بله دقیقا، خب هدف شما در کل از کارمندان بخش نظامی بود که در نظام گذشته کار میکردن و فعلا بیکار هستن. سال بله شما را ما یادداشت کردیم، حتما با آقای احمدزی این موضوع را مطرح میسازیم تا اونا پاسخ مناسب به شما ارائه بکنن. بسیار تشکر. میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز تماس شما وصل شده، سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام، اسم شما از کجا تماس گرفتین؟
نام اسمت الله است از ولایت فرا. اسمت الله جان از ولایت فرا، بفرمایید. ما الموز مکتب نداریم. آها، مکتب ندارین؟ خب، سوال شما، اسمت الله جان یادداشت کردم. تماس بعدی را هم میگیریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل شده. تماس بعدی. سلام، صبح بخیر. بازم تماس داریم؟ بله، سلام. علیکم سلام. خوب هستین صحتمند؟ تماس شما وصل شده، صحبت بکنین. بله. اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ سهر از قلاچه با تماس شدین. سهر جان از کجا؟ از قلاچه. بسیار خوب. از قلاچه با تماس شدین. بسیار خوب. بفرمایین چی مشکل دارین؟ میشنوین؟ سهر جان صدای شما را داریم. بله، لطفاً بلندتر صحبت بکنین. مشکلتان همیشه با ما شریک بسازن. خب، نمیفهمم چرا تماسشان قطع شد. بیننده عزیز لطفاً زمانی که شما تماس میگیرین، البته قبل از اینکه تماس شما برقرار شود با برنامه، موقعیت خوب را اختیار بکنین تا ما صدای شما را بهتر داشته باشیم در برنامه، صدای تلویزیونتان را پخش بسازین و کوشش بکنین که واضح‌تر بلندتر صحبت بکنین تا ما سوال شما را مشخصاً یادداشت بکنیم و روز آینده از مسئولینشان سوال شما را پرسان بکنیم، چون یک تعداد از هموطنان ما متاسفانه تماسشان وصل میشن یا خودشان متوجه نمی باشن یا صدای تلویزیونشان بلند می باشه، به او دلیل هم ناگزیر میشیم تا تماسشان را قطع بسازیم. بریم به طرف تماس بعدی. سلام، صبح بخیر. سلام علیکم برادر، خوب هستین صدمن؟ علیکم سلام، تشکر، شما خوب هستین؟ سلامت باشین، شما خوب هستین، همکاراتون ان شاءالله خوب هست؟ ممنون، همگی خوب و صحتمند هستن. اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ عبدالقادر هستم از شهر غزنی. خلیل جان از غزنی، بفرمایین. برادر گفتم ما از همین شهرواری غزنی همین شکایت داریم که همین میوه‌فروشای لب سلک کلش یک پارک داخل کرده به خاطر که سرونو طرفات تغییر کنن. آها. دیگه تمام مردم ها در جای قلف کرده که مالای مردم در زمستان یخ هم میزنه خراب هم میشه، او دیگه مگه اگه هرچ خواه میشه ما دقصش نیستیم، خودتون رو همین مالایتون فقط ما رو پولای ما رو بتین دنیم اینجا باشین، شما سر سرک رو بند کردین، بار که مردم سر سرک هم نمونده از سرک دور هستن. بله، دیگه مردم بسیار با مشکلات هست، کل مردم به فقان آمده، مردم یا کار جاد بکنن مردم میگیرن. آها، خلیل جان، من سوال شما را یادداشت کردم، اگرچه موضوع ما مشخصا در رابطه به شهرداری کابل است، ولی بان هم که شما از شهرداری غزنی شکایت داشتین، کوشش میکنیم با مسئولین ولایت غزنی همچنان تماس برقرار بکنیم و سوال شما را پاسخ بدن. سلامت باشین. حالا هم تماس بعدی را میگیریم. علیکم سلام، بیننده عزیز خوب هستین؟ سلامت باشین، تشکر. اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ از کی شکایت دارین؟ دکترها. از دکترها، خب. چی شکایت داری؟ یادار دارم. متقیش میشینه. خب، متاسفانه صدایشون بسیار خراب بود و ما نتانستیم که سوالشان بفهمیم، ولی مشخصا روزهای چهارشنبه آقای شرافت زمان در برنامه مهمان ما میباشند و از اونا در رابطه به موضوعات صحی و موضوعاتی که برمیگرده به وزارت صحت عامه همراهشان صحبت می داشته باشیم. میتونن بیننده عزیز ما که روز چهارشنبه هم تماس بگیرن. میریم به طرف تماس بعدی. سلام بیننده عزیز، صبح بخیر. علیکم سلام، از ولایت کابل زنگ میزنم. با آقای احمدزاد موضوع تقاوت ما را چند دفعه زنگ زدید، امیر شریک بزرگ خوش میشه. روز گذشته این موضوع را ما بالای صحبت کردیم و پرداخته بودیم. حتما شما بیننده برنامه نبودین، میتونین از طریق چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا تکرار بخش دیروز ما را ببینین و سوالتان هم مطمئن هستم که پاسخشان دریافت میکنین. تشکر از تماس شما. بازم تماس داریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. صبح شما بخیر. از کورسنگی به تماس شدیم. امی پایزاخ میرم نداره دید شاروالی کراچی ها را میدوانه چی را میدوانه بیخی تا استوغان امدیم از پیشش. خب، چرا کراچی ها را میدوانه؟ نمی پامیم بیادر تو گردوالی را انداخته با خدا بیخی دیگه تو شدیم که بیخی از زندگی سیر امدیم بیخی. خب،
درست. اگر چی موضوع را قبلا هم صحبت کرده بودند، به دلیل از اینکه نظم شهر بهتر شوه، کراچی ها را نمیگذارند، بخصوص در قسمت هایی که سرک است و رفت آمد هست، تا مزاحمت ایجاد نشه و عبور و مرور موترها و اینا. ولی من هم این سوال شما را حتما پرسان خواد کردیم. قلبا تشکر میکنم از همراهی شما بیننده های عزیز که تا این دم با ما هستین. ما تقریبا 9 سوال را از تماس های شما عزیزا یادداشت کردیم و سوالاتی که برمیگرده به سایر موضوعات در روزهای آینده از مسئولینشان پرسان میکنیم. فعلا وقفه میگیریم، در ادامه بازم تماس های شما عزیزا را خواد داشته. صبح زیبا و دلانگیزه همه شما بیننده های عزیز ما در افغانستان و بیرون از کشور، بازم بخیر باشه. ادامه بخش صدای شما را از طریق برنامه صبح و زندگی شما عزیزا تماشا میکنین و قلبا تشکر میکنم از اینکه برنامه را به خاطر دیدن انتخاب کردین. حالا میریم به طرف تماس های شما، باز هم ببینیم که کدام هموطن عزیز ما روی خط هستن. سلام، صبح بخیر. بیننده عزیز، تماس شما وصل شده، لطفا صحبت بکنین. بازم تماس میگیریم. بله، سلام. سلام. سلام رستم جان، خوب هستی؟ علیکم سلام، تشکر، شما خوب هستین؟ خوش آمدین. زنده باشی. ما از این منطقه پلارتل الا گذرگاه کتان صحبت میکنم. اگه این این منطقه کستک این مردم های کبار که جنس های کونه و یاره میخرن، پلاستیک و سیم و اینمی چیزا را. بله. بسیار ما به اذیت هستیم. اگه نمی را یک قسمتش مربوط نایی اول شهر کابل میشه، یک قسمتش مربوط نایی هفت. بله. اینمی مردم ها پلاستیک شوانه می سوزانند، سیما را لچ می کنند، مس و آلومینیم را می کشند. از دست از یا بسیار بازیت هستیم. خانه ما پر از دود استک. چندین بارا ما کت وکیل های گذاری موضوع را گفتیم، اما هیچ کس توجه نمی کنند. از طرف تابستان هم بسیار وضعیت خراب، بوی تعفن، چیزای چتل و مردار را میارن اونمونجا و باز یک ماباد دو ماباد موتر میرسر اونا مفروشه میرن. منطقه از این ما بسیار دوچار مشکل هستیم. اینمی را اگر شما که مسئولین صحبت کنین که با حال ما یک اینمی فعلا ما که پای خود در روی فرش میمونیم سیاه میشه. دود است که بیاد اندازه. بله. منطقه را بیخی آلوده ساخته. درست است. ما سوال شما را یادداشت کردم، اگرچه در این قسمت هم اداره محیط زیست هم نقش دارن که صحبت از اونا را هم ما داشته باشیم، ولی بان هم بخشی که مربوط شهرداری کابل میشه همراهشان صحبت میکنیم تا در این زمینه اقداماتشان بر ما بگوین که آیا تا فعلا فعالیت یا اقدام به خاطر جلوگیری از همچون موضوع کردن یا خیر، تا اینکه هوا بیشتر آلوده نشه و مشکل که شما گفتین واقعا جدی هست، امیدوار هستیم که برش بیشتر پرداخته شود. تشکر میکنم از تماستان. بازم تماس داریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. سلام علیکم و الله و برکاته. ولی اولا از کابل. ولی اولا جان، بسیار خوش آمده. اینجا نهی چهار که از کل پشته، اینجا کدام چهار منزل است. او که از کدام معلوم نیست که چی میسوزه. بغل سنگ تهره چی میسوزه، کلش اینجا بیرو هوا برد میشه. بلند منزل از گفتین در قسمت؟ آه، او بلند منزل. او میسوزه کلش دفلای ما مریض میشه. خب، نام داره ای بلند منزل ها که مشخص شما بگوین؟ بلند منزل ها. امین جا نهی چهار که از همین جا است. من نمیتونم زی کدام میشه. کل پشته. کلولا پشته. آه، کلولا پشته. درست است. او دیگه که است؟ شعبه ما پرینتر رنگ نداره. شعبه تان پرینتر رنگ نداره؟ خب باید امرای مدیر شعبه تان صحبت بکنین. تشکر میکنم از تماس بیننده ما. خب این سوالشان نمیفهمم که چی ربطه به موضوع برنامه داشت. به هر صورت بازم تماس داریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. باز هم تماس میگیریم. سلام، صبح بخیر. عاقبت بخیر. خوب هستین بیننده عزیز؟ سلامت باشین. عاقبت بخیر. خیرالدین دورندش هستم از ولایت تخارم کلام هستم با شما. بسیار خوب خیرالدین جان، بفرمایین خیرالدین جان. با معذرت، برنامه شما درباره شهرداری ولایت کابل بودم. من یک مشکل در ولایت تخار وجود داره، امیدوارم که شما بشنوین، به گوش مسئولین برسانین. خیلی خوب میشه. بفرمایین. مشنوین خیرالدین جان. قضیه طوری است که محترم، من مؤسسات امدادرسان و یا مؤسساتی که کمک میکنه
در ولایت تخار طوری است که در مساجدها و قریجات حضور پیدا میکنه، همراه رؤسای محلی و یا قریجات صحبت میکنن، اونها فقط همون کسایی را در لیست کمک میگیرن که اقاربای خودشان است و در زوم کسایی را میگیرن که صاحب ثروت و پول و زندگی است و فقرا و مساکینی که کرانشین هستند در مشکلات اقتصادی در زمستان سرد مواجه هستند هیچ توجه صورت نمیگیره. درست است. تشکر میکنم از تماس شما. سوال شما را یادداشت کردیم. بازم میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بله برادر، ما از نانوایی انتقاد داشتیم. بفرمایید. از کدام نه؟ از نانوایی های کجا؟ 2500 و 2600 بود. هم وزن نان ما قدر بود. حالا که آرد پایین آمده از 2200 آرد بیترین آرد از 2200 ایک بالانید. بازم وزن نان ما قدر است. برابر قفت است. نگه از شاروالی مطرم از خشمندیم که همی نانوایی ها را یک ظرف باید کنترل داشته باشند. دیگه برادر مکسته کنه. در رابطه با نانوایی ها که شما صحبت کردین، مشخصا میشه بگوین در کدام ناحیه کدام نانوایی؟ اگر این موضوع را بگوین بهتر باشه. تمام در کلان تمام نانوایی همی رقم است. کمی آرد قیمتش پایین آمده بسیار زیاد 2200 است. شما خودتان در کدام ناحیه زندگی میکنین بیننده عزیز؟ 2200 بالا نیست. اما اونان برادر ما که از خیرخانه به تماس لبزن گفتن آرد 2600 است. دروغ گفتن، کاملا دروغ است. ما خود با بای کردیم آرد از 2200 بیترین آرد است. اما اونان قیمت امو وقت شما خود است برابر قفدت یک تفل سیر نمیکنن. تمام کلان امینان وای آلمان پیلن در نایت از دوغابات امین نانوایی که بسته امین نانوایی که در چرایی است کلان نانوایی امی قیمت امی وزن نان بسیار خورد است، کم است. بله تشکر. سوال شما رو من یادداشت کردم، حتما از مسئولینشان پرسان میکنیم. بازم میریم به طرف تماس بعدی که همه تن ما روی خط هستن. سلام صبح بخیر. السلام علیکم. علیکم سلام، کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ شدیک ملکندر میده. بسیار خوب، بفرمایین. داخل موږ په کندهار کې دلته درې ستونزې لرو. یوه خبره خو دا ده چې دلته په دغه کندهار ولایت کې دا د آریانا نیوز په نوم چې کومه راډیو ده دا فعالیت نه لري. خالي آریانا درنې پنځه فعالیت لري. موږ وایو که دغه آریانا نیوز په نوم چې کومه راډیو ده دغه باید فعالیت ولري. آها، بسیار تشکر میکنم از تماس شما. ما حتما با همکارای ما این موضوع را صحبت میکنیم، اگرچه نشرات آریانا و آریانا نیوز و همچنان رادیو 93.5 آریانا اف ام در سراسر افغانستان نورمال هست، ولی ممکن بعضا مشکلات تکنیکی ایجاد شده باشند که ما مشخصا در رابطه با ولایت قندهار با همکارا صحبت میکنیم. تشکر میکنم از تماس شما. بازم میریم به طرف تماس بعدی. سلام صبح بخیر. بیننده عزیز تماس شما وصل شده. تماس میگیریم. بله سلام صبح بخیر. صبح خوب جانم که جور بخیر. ممنون، سلامت باشین. شما خوب هستین، خوش آمدین. شکر برادر، بسیار زیاد تشکر. ما یک مشکل داشتیم به اسم زگیولاست از ارزان قیمت ناحیه 12 به تماس شدیم. قبلا در حکومت سابقم که بود این پیش خانه ما یک کلش نقشه است نمره است و سما بست است ایسون سرک است پیش روی خانه ما با سایه سبز سلطاج بلند هم تیر شده. یک چند نفر غازیبین آمده بودن میخواستن اینجا را قصد کنه. ما ممانعت کردیم، اگرچه رئیس قبلا سابق حکومت که بود امرای ما تاون کرد و اونها هم اجازه نداد. مونتا به زور رشوت و پول و چیزا آمدن که اینجا را قبضه کنن. مونتا مردم احوالی کلگی خیز برخلای شان شد، اونها فرار کردن. حال باز امو تعداد شخص ها آمدن، باز میخواند که همی سایه سبز الان که زیر ولتاج بلند است و سلش مابست است که اینجا ایچ اجازه آبادی نیست، چون که مابست تهدید میشه و زیر ولتاج بلند که آبادی میشه. دیگه ما بسیار کوشش کردیم، بعضی مقامات بعضی امو انجینرهای میشاروالیست که امرای از اونا تعاون میکنن و رشوت میگیرن. این تا حال را یعنی ما امی چی دولت نگهداری کردیم، این سایه سبز نمانیم که کس غصب کنه. گرچه که برالای ما اونا رفتن پارچه جلب آورد ما را مثال بندی کرد،
باز هم ما کوشش کردیم خود مقصد نمانیم، اجازه ندادیمش. حال ما از مشاوروال سید محترم میخوایم که نمیسایه سبز تمام مردم اولی تال را نگهداری کردیم. لطفا لطفا امیر امی قاضی بین را کش کنین به محکمه، به پنجه قانون بسپارین. چرا میخوای سایه سبز غصب نکنه؟ یعنی میگه اگر این ما آواز ما را بر شاوروال سید برسانیم، ما هرچی کوشش کردیم شاوروال سید دیده نتونستیم. منتظر ما قدر است که نمی شاوروال سید توجه جدی کنه. بلاک 16 قسمت مثال جنوبی ما بس که ساحه سبز سلطاج بلند برق. بله، تشکر میکنم از تماس هموطن ما که مشکل بسیار مهم را با ما و شما شریک کردن. حتما از نماینده شهرداری کابل این سوال پرسان خواد کردیم تا ببینیم که دیدگاه اونا چه هست، چه راه حل به خاطر این موضوع خودشان دارن. بازم میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. صبح بخیر بابت چه خوب بخیر. علیکم سلام، تشکر، شما خوب هستین؟ خوش آمدین. شکر جو باش. ما از ولایت فراز زنگ میزنم. نشرات آریناک هست، چند روز یک هفته است کار نمیکنه. صرف آریانا یا آریانا نیوز هم؟ از دو تا. درست است. با همکارای تکنیکی ما صحبت میکنیم تا این مشکل به زودترین فرصت حل بسازن. تشکر از اینکه بیننده آریانا هستین. بازم میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ ادریس هستم، از کابل با تماس گرفتم. خوش آمدید ادریس جان، بفرما. رستم جان، من یک سوال داشتم. من گفتم در منطقه ما کس در دیگر منطقه های کابل کس خوب مصرف میشه، جور میکنن. همین منطقه ما، در این طرف منطقه ما بازسازی از طرف دولت نه. کدام منطقه است مشخصا؟ همین روبروی بالاسار نایی هشتم تانگ لوگر میگنم اون منطقه است. بسیار خوب. بازسازی یعنی صورت نگرفته است؟ چی لحاظ؟ سرک خراب است یا کدام مشکل دیگه؟ مردم بودیجه نداره کجا را جور کنه دیگه، دیگه همون تو مانده. آها. مشکلتون مشخصا در قسمت سرک ها اینا است یا کدام موضوع دیگه؟ سرک، جوی، موی، کوچه، همه چیزش خراب است دیگه. هیچ از همی 1% هم جور نیست منطقه دیگه. آها درست. ما این موضوع را یادداشت کردم، حتما از نماینده شهرداری کابل پرسان میکنیم که چرا در این منطقه بازسازی صورت نگرفته. تشکر. و آخرین تماس برنامه و آخرین خوش شانس امروز ما، ببینیم که کدام هموطن ما هستن. سلام، صبح بخیر بیننده عزیز. سلام علیکم. علیکم سلام، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ از نویه 13 سلام را می نویه 13 نزدیک با یک مو میشه که کراچی ما را مورولوک کرده که قرار سیستم به خانه ایده چرایی کار کرده. دلیل بر شما چی گفتن؟ چرا کراچی تانه مورولوک کردن؟ با خاطر دلیل چیز که بگه کرایه پرداخت کردین ما 2000 افغانی. شما پرداخت نکردین؟ در این بکاری ما باز کسان که داشته پرداخت کرده، باز کسان که نداشته خود نتونسته. آها تشکر. ببینیم که طرز عمل شهرداری کابل در این رابطه چه هست. قلبا تشکر میکنم از همراهی هم شما هموطنان عزیز ما که در بخش صدای شما با ما همکار بودین و ما این بخش را مشخصا به خاطر شما عزیزا و بیننده‌های خوب ما ایجاد کردیم تا مشکلاتتان حل بسازیم. باز هم تشکر میکنم از همراهی شما. در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. با شما عزیزا هستیم و همکار خوبم بصیره جان مهماندار میباشد. We'll be right back.